نقدینگی عامل تورمه. خیلی در کشور ما هستن که اصلا نقدینگی عامل تورم نیست. شما بپرسید چرا اینا تشکیک میکنن در مطلبی که همه دنیا قبول دارن؟ دلیلش این هست که نقدینگی رو بانک‌های تجاری به وجود میارن. یعنی چی؟ تسهیلات میدهن. این تسهیلات اگر برنگردد به نقدینگی موجود اضافه میکنن. سلام. در پست گذشته اشاره کردیم که نقدینگی عامل تورمه. حالا خیلی در کشور ما هستن که اصلا نقدینگی عامل تورم نیست. شاید شما بپرسید چرا اینها تشکیک میکنن در مطلبی که همه دنیا قبول دارن؟ دلیلش این هست که نقدینگی رو بانک‌های تجاری به وجود میارن. یعنی همین بانک دولتی‌ها، بانک خصولتی‌ها، بانک خصوصی‌ها همه دوره هم جمعن و نقدینگی به وجود میآورن. یعنی چی؟ تسهیلات میدهند. این تسهیلات اگر برنگردد به نقدینگی موجود اضافه میکنند. ممکنه سوال کنید چطور ممکنه؟ بانک تسهیلات بده، تسهیلات بر نکرده. شما میخواید یک وام ازدواج دریافت کنید، یک وام ضروری دریافت کنید، هزار تا چک و وثیقه و سفته باید در اختیار بانک قرار بدید، در نهایت هم وام به شما تعلق پیدا نمیکنه. پس جریان چیه؟ چی داره میشه در این اقتصاد؟ واقعیت این است که وام رو در اختیار افراد مرتبط با خود بانک قرار میدن. این در اصطلاح بین المللی جرمه، تحت عنوان کانکتد لونز شناخته میشه. وام های مرتبط، تسهیلات مرتبط، مرتبط با کی؟ مرتبط با مالکان بانک، مرتبط با اعضای هیئت مدیره. در دنیا اینا نمیتونن وام بگیرن، نمیتونن به دوستان خودشون وام بدن، ولی در ایران آزاده، آزادی مطلق در برخی از زمینه ها وجود داره. پس بانک های دولتی به دولت وام میدن، بانک های خصولتی به نهادها وام میدن، بانک های خصوصی هم به دوستان آشنایان خودشون وام میدن و این وام ها از اول هم بنا نیست برگرده. چاره چیه؟ چاره اینه که این وام ها باید در اختیار عامه قرار بگیره، در اختیار جامعه قرار بگیره، نه در اختیار دوستان و آشنایان. خب اگر این اتفاق بیفته، مثلا در مورد دولت، دولت باید اوراق منتشر کنه، به کل نظام بانکی ارائه بده، به کل جامعه ارائه بده. اتفاقا بانک های خصوصی هم در این شرایط احتمال خیلی زیاد اوراق میخرند، ولی دولت ابا داره از این کار. چرا؟ چون وقتی اوراق منتشر کنه، اوراق شفاف، اوراق سیال، اوراق جاری است. در سررسید دولت موظفه که اوراقو پرداخت کنه. در همین کشور خودمون هم دولت هر وقت اوراق منتشر کرده پرداخت کرده، ولی هر وقت از بانک‌های دولتی وام گرفته مطلقاً پرداخت نکرده، مطلقاً این وام‌ها باز پرداخت نشده. این عامل تورمه. عامل تورم خلق پول توسط نظام بانکی است. بعداً بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد.